توی بی بی سی فارسی توی برنامه فارسیش مطلبی آمده زیر عنوان تماس آمریکا با یک گروه کودتاچی در ارتش شاه. میگوید اوضاع ایران در سالهای 61-63 میلادی ناآرام بود و شاه هم بنابر اسناد دچار افسردگی روحی شدیدی بود، به طوری که واشنگتن را به دوستی با شوروی، بر کناری نخست وزیر و کنارگیری از قدرت تهدید می‌کرده است. آمریکایی‌ها هم در ظاهر آرامش می‌کردند و در خفا برای همه سناریوها برنامه داشتند، از جمله اینکه اگر روزی از یکی از خطوط قرمز آنها عبور کرد سرنگونش کنند. بنا بر یک گزارش سری که در سال 2014 میلادی از طبقه بندی خارج شد، اینو دیدی نه دکتر؟ من گزارشش رو خوندم، یعنی گزارش آقای فتاحی رو در بله بله بله. بله. هیچی میخواستم اگر ممکنه دربارش نظرتون رو بدین، یا اگر مطالب دیگری هست. من گزارش خوندم، یکی دو نکته تازه در این گزارش مطلب ایشون هست، ولی تقریبا تمام این جزئیات در کتاب نگاهی به شاه هست. یعنی هم تحت کودتا هست و واقعا من بر اساس مصاحبه‌های مفصلی که با تیمسار علوی کیا کردم فکر میکنم یکی از کسانی که حداقل در مقاله بهش اشاره میشه که با یه نفری تماس میگیرن، اون رو مشخص کردم در کتاب که کسی که باش تماس میگیرن و توصیه میکنن که ما داریم یه چنین کودتای ترتیب میدیم، علوی کیا بود. و علوی کیا فوری به شاه میگه که با من آمریکایی‌ها یه چنین تماسی گرفتن. اینا همه در کتاب نگاه به شاه هست. یعنی این مطلب ایشون یکی دو سند تازه که تازه در اومده، اونها خیلی مهمه و جالبه. اون سندهای چیه آقای دکتر؟ بله؟ عرض میکنم اون سندهای چیه؟ این سندی که مثلا میگه یه سند هست که میگه لیست کسانی که باشون تماس گرفتن در اونجا مثلا مذکوره. ولی این که امریکا، یعنی کندی، یک طیف وسیع از سیاست ها رو در نظر میگیره و در یک مقطعی فکر دتا میکنن و حتی بیشتر از اونه، یعنی واقعیت ها بر اساس اسناد خیلی بیشتر از اون چیزیست که در این مقاله آمده و اینا میگم در کتاب شاه هست. از خود ایران هم در همون زمان ماجرای قرنه و حسابی نوشتین شما، دیدم. قرنه نه فقط، قرنه مال قبله. در همین زمانی که اینجا بهش اشاره میشه، دو نفر، یه نفر ایشون بهش اشاره میکنن، ایران 118 بختیار، تیمور بختیار. ولی حاجعلی‌کیا جنرال معروف که از کجا آوردی در موردش گفته میشد، اون وقت تو زندان بود. از زندان برای آمریکایی‌ها نامه می‌نویسه برای کاخ سفید که شما به من کمک کنید، من کودتا کنم، مملکت رو نجات بدم. خودها اینا کودتایی که میخواستن بکنن در واقع کودتای الزاماً علیه سلطنت نبود، میخواستن شاه رو یک کمی قدرت بگیرن، خودشون یه نخست وزیر قدر قدرت بشن. کندی دستور میده، میگم اینا از تو همه اسناد کتاب شاه هست، میگه به صراحت هم به بختیار و هم به حاجعلی‌کیا بگید که آمریکا به هیچ وجه در این مقطع طرفدار کودتا نیست. برای اینکه بعد از اینکه فکر کودتا رو هم در واقع آزمایشی میکنن، به این نتیجه میرسن که برداشتن شاه در اون شرایط به نفعشون نیست، برای اینکه ممکنه کمونیستا در ایران ببرن، ممکنه هرج و مرج بشه. در اون کمیسیونی هم که تشکیل میدن و در واقع یک کمیسیونی که ازش از کاخ سفید هست، از سیاه هست، از وزارت امور خارجه هست، تمام اسنادش، من 1000 صفحه از اسناد اون کمیسیون رو تو از آرشیو کندی کپی گرفتم، همه الان اینجا تو استنفورد هست. اون
و اینا در آغاز شروع میکنن خیلی تند که باید شاه رو فشار آورد بهش چیز کرد. به تدریج به این نتیجه میرسن که اگر شاه رو فشار زیاد بیاریم ممکنه بذاره بره، چون دقیقا تهدید کرده که میره. در روزی که امینی رو مثلا منصوب میکنه به نخست وزیری، دوباره در اسناد آمریکا هست، اینا در کتاب هست، شاه این آمریکایی‌ها فکر میکنن که ممکنه از به خاطر عصبانیتش از وضع و نگرانیش از وضع ممکنه بذاره بره. یعنی این اسنادی که جدیداً در اومده در این مورد و در این مقاله ایشون بهش اشاره کردن، نکات جزئی رو پر میکنه که خیلی هم خوبه و اجرشون مشکوره، ولی در کلیات و در یک جزئیاتی هم که ایشون بهش اشاره نکردن، از جمله مثلا نقش علوی کیا و اینکه شاه این رو میدونسته. یعنی شاه تقریبا از اون اول میدونست که آمریکایی‌ها در یه چنین فکری هستن و به علوی کیا میگه که تو تظاهر کن که ممکنه همراه باشی، چون میخواست بفهمه که اینا چی کار دارن میکنن. و بعد علوی کیا گفت که بعد از یکی دو جلسه یا آمریکایی‌ها فهمیدن که من با شاه صحبت کردم یا نظرشون عوض شد، دیگه با من صحبتی نکردن. علوی کیا پس در مورد کودتا هیچ گامی بر نداشته؟ علوی کیا یکی از کسانی است که چون به هر حال اون وقت قائم مقام ساواک بود دیگه، و اونا فکر میکردن که بدون قائم مقام ساواک نمیشه این کارو کرد. بهش میگن که اونجوری که علوی کیا به من گفت، بهش میگن که اگر ما یه دی با ما تماس گرفتن، یه سری افسرها هستن و اینا در یه چنین فکری هستن، اگر یه چنین کاری بشه شما همراه و همدل هستید یا نه؟ و اون اولین کاری که میکنه میره به شاه میگه، شاه میگه که تو کمی باشون بازی کن در واقع ببینیم که برنامهشون چیه. و ببینید تراژدی اون دوران در واقع اینی که همین علوی کیا که انقدر به شاه وفادار بود، ظرف 4-5 سال آینده، یه سال بعد که اصلا از ساواک برکنار میشه، از ساواک در ایران برکنار میشه، به لحاظ اینکه حد زده میشه که شاید با بختیار نزدیک بوده، بعد میفرستنش رئیس ساواک اروپا میکننش. بعد از تظاهراتی که در آلمان علیه شاه میشه و شاه خیلی عصبانی میشه و به این نتیجه میرسه که به نظر میاد درست بوده که بختیار با همکاری بعضی از نیروهای چپی و کنفدراسیون و فلسطینی ها شاید این همکاری رو، این تظاهرات رو برپا کردن و تلاش داشتن شاه رو در سوئیس ترور کنن، شاه خیلی عصبانی میشه، دستور برکناری علوی کیا رو میده و واقعا علوی کیا بعدن البته برکنارش میکنن، اجازه میدم برمیگرده ایران و اونجا با آقای هاشم نراقی وارد فعالیت اقتصادی میشه و میشه مدیر اون شرکت که نراقی در ایران کشت و زرعه فلان. خیلی ممنون آقای دکتر.